من فکر می کنم ما ظرفیت های بسیار خوبی داریم متناسب با همین فرهنگ اسلامی ایرانی خودمون که می تواند نشاط ایجاد کند شما ببینید الان نشاتی که برخی جوانان مثلا از حضور در هیئات حی... مذهبی پیدا می کنند می چند هزار نفر میرن مثلا هیئت فلان مذهبی مثلا آقای محمود کریمی چقدر با بعد با نشاط میاد بیرون این یک ظرفیت دیگه خودش یا از حضور در مواهب طبیعی استفاده از مواهب طبیعی اینها زمینه هایی است که ما باید برای این الگو داشته باشیم که ظرفیت رو ایجاد کنیم اونها بتونن ازش استفاده کنن یعنی از مواهب طبیعی هر چقدر امکان استفاده اون هم در بستر خانواده بتوانند بیان استفاده کنن این بیشتر است که بعد برای اینها برنامه ریزی بشه بس دیگه که من دارم توی همین بس میام تو وارد عرصه مختلف میشیم این یکیش عرصه هنره این اگر میگوییم این قناع فرهنگی وجود دارد ما بعد با استفاده از ظرفیت فرهنگی هنر این پیام رو منتقل کنیم و پیام ما هر چقدر هنری تر باشد اون موقع قوی تر میتونه بازارهای جهان رو و اون اه اهدافی رو که داریم رو تسخیر کنه مهمترین بحث اینها این است این که ما بتوانیم از مردمی ظرفیت مردم استفاده کنیم اون انحصار رو بشکنیم یک و دقیقه, دقیقه آقای بتوانند استفاده کنن در بحث آموزش عالی که من اینجا جواب میدم این مثال هایی که خود جناب آقای عارف زدن دقیقا دلیل اینه که این بحث دقیقی نیست این که حالا چند نفر نرفتن من نمیدونم این همه اساتید ما دارن شرکت میکنن در جاهای مختلف من خودم دیشب در دانشگاه زاهدان حضور داشتم همون فیلم رو اگه صدا و سیما پخش کنه در یک فضای باز پرنشاد انتقادات بسیار شدید از خود بنده شد عنوان دبیر شورا و این فضا هست من نمیدونم این فضا رو از کجا آقای عارف بیان میفرماند در همین از مبنا من عرض کنم نه من قبلش هم بودم در همین بس من عرض کنم اگر اتفاقا می اون کار به شکل زرد نباشد و به شکل واقعی و در جهت پیشرفت کشور باشه اتفاقا همون کرسی های مناظره است که من یادم سال 80 که مطرح شد در اون چهار سال اون دولت هیچ کاری ما در این زمینه ندیدیم انجام بشود کرسی های مناظره بحث های نظریه پردازی و حتی پاسخ گویی به شبهات من ندیدم در اون چهار سال چه کاری شد حالا آقای روحانی فرمان بالاخره این افکار عمومی میتونن قضاوت کنن بل. که کجا بود این بحثا آقای دکتر فرصت حضرت علی تمام هست. ها رو ما باید بهش بها بدیم تا از کارهای زردی که در این عرصه میتونه صورت بل. بگیره پرهیز خیلی متشکرم قرکشی میکنیم برای انتخاب نامزد محترم بعدی جناب آقای محسن رضایی